جان اسپوردن نیمه هم نبی هم خوندن علاقه من به این دعا بله دعایی است که توست الان ما شعبانه دیگه اگه خدا توفیق بده مستحبات خیلی بزرگی آدم موفق بشید بله الان من جلو منم باز شد تیکشو میخواد بله حالا یه صلوات بفرست بسم الله الرحمن الرحیم این مناجات مرویه از ابن خالبه را که نقل کرده و گفته این مناجات حضرت امیر المؤمنین و امامان از فرزندان او علیهم السلام است که در ماه شعبان می‌خواندند. مرحوم امام فرمودند معارف ما تو این دعاهاست. این خیلی جمله بزرگیه، اصلا کار و زندگی یه عمر همه رو توش در میاره. ببینید ائمه وقتی با من و شما میخواستن حرف بزنن ملاحظه عقل و فهم ما رو میکردن. شما الان تو کوچه میخوای با یه بچه حرف بزنی به جوری که بفهمه بهش میگوی دیگه، لغت مقد که نمیگوی، بگون مثلا گله داره میره، بگون بچه انتخاب طرق مثلا لغت های که بچه جو بگون گله نشیفانه به زبون خودش. با ماها که حرف میزدن رعایت عقل ما رو میکردن و فهم ما رو، ائمه مطابق عقول ما با ما حرف میزدن. خب باش موجود با خدا که حرف میزدن خیلی، خدا که دیگه مراعات نداره، هرچی دار و ندار بود میریختن تو چله. فقط شما بتونی استفاده بکنی مطلبیست. باز یه دفعه آقای خمینی فرمودن مشایخ ما میفرمودن، مشایخ این استادای من میفرمودن دعاهای معصومین قرآن ساعده و خود قرآن کریم قرآن نازله. اینم خیلی چیز پرمعناست. این قرآن که نازل شده چهارده معصومین قرآن خوندن، قرآن کلام خداست، چقدر ازش میفهمن. حالا با این فهمیدگی دارن با خدا حرف میزنن، میشه قرآن ساعد. یعنی با همین فهمیدگی با خدا حرف میزنن. یعنی کسی که علم قرآن رو داره حالا داره با این علم کم هم نمیذاره، داره با خدا حرف میزنه. میگم قرآن ساعد، این قرآن نازل، اون قرآن ساعد. خیلی تو این دعاها دقت بکنیم هیچ چیز بلد بشیم. حالا هر چی که دیگه ازمون میاد، ببین این دعا که شروع میشه میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا اولش این گفته میشه؟ خداوند در قرآن کریم در سوره احزاب نازل کرد که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. آیه 56 صفحه 426 سوره مبارکه احزاب، به درستی که خدا و ملائکه بر نبی درود میفرستند. یصلون فعل مستقبله، فعلی است که همه الان و آینده، کاری که الان داره انجام میگیره و هی هم داره تا آینده انجام میگیره، این کار همیشه داره انجام میشه. خدا داره این کار رو میکنه با ملائکه ای به پیغمبر درود میفرستند. به ما هم گفتن که شما درود بفرستید و سلم. ما چه بگویم خدایا بر پیغمبر و آلش درود بفرست، چه نگویم، خدا این کارو میکنه، در انجام میگیره. اومد نقلی داریم از حضرت علی تو نهج البلاغه هستش، فرمودن که حاجتی از خدا داری فبدع به مسئلت صلات علی النبی، اول از خدا بخوا که به نبی درود بفرسته اول، چون این دعای مستجابه، این کار حتما میشه و خدا بزرگتر از این سر دعا رو مستجاب کنه بقیهش رو مستجاب نکنه، نمی کنه. بزرگی هره که بده بدش بره. شما مغازه رو نمیخواستی باز کنی، برای یه دونه جنس که باز کردیم با هرچی میخواد بهش بده بره. فرم این خودشون هم دارن استفاده میکنن، خود ائمه هم دارن از این داستان، این اللهم صل علی محمد و آل محمد میگن، چون مستجابه. این نگندم خدا در این کارو میکنه که بعدش هر دعایی بکنن مستجاب بشه. خب یاد بگیرین، خب شروع شد دیگه، خودشون گفت. بعد میفرماد واسمع دعایی اذا دعوتک. آو یک کلاس اینجا باز میشه، بشنو دعای من رو وقتی تو رو میخوانم،
مگه خدا نعوذن بالله کره؟ خب میشنوه، خدا حیوانات هم صدا بکنن میشنوه. یعلم و عجیج الوحوش فل و لبا، تمام این فلات ها سر و صدای وحشیام خدا میشن. خدا سمیعه، پس چرا میگن خدا بشنو؟ بشنو چی؟ خب میشنوه که این اصطلاح شنیدن که میشنوه، یعنی ترتیب اثر بده. شما به بچت میگن پسر حرفو بشنو، بشنو که کر نیست، میشنوه یعنی ترتیب اثر بده، یعنی عمل کن. این بشنوه اون معناست، شنیدن که میشنوه. خدا هم فوش خواهر مدر میشنوه، هم قرآن خوندن میشنوه، هم هر میشنوه، ترتیب اثر بده. بشنوه به این معنا. شما به دوستت میگو چرا حرف نمیشنوی؟ کر که نیست، میشنوه، ترتیب اثر نمیده. معنا اینه. چرا خدا ترتیب اثر نمیده؟ بله، خدا اختیارش دست خودش، خوب نمیخواد ترتیب اثر، شرایطی داره. همین چند روز پیش روایتی رو دیده بودم بازم، امام ششم فرمود شما برو روی باسکویی که وزن رو معلوم میکنن، مثلا فرض 80 کیلو 60 کیلو، یک ذره این وزن تو، یک ذره حتی از اگر حرام باشه، از مال حرام وزنت شده، محال دعاتو مستجاب کنه خود. این هیکل قاسب قصره، نه مال حرام خود میره گوشت میشه، استخون میشه، این تا بدن بیاد بره بیرون مصیبته. و اگر کسی حقی به تو داشته باشه و نمیری بدی، بنا نداری بدی، بالا کشیدی، دعاتو مستجاب نمی کن. ولو 10 میلیارد سال زنده باشی، ولو بمیری از گریه، مستجاب. خدا هم حساب کتاب خودش داره. شما چک میبرید تو بانک نقد کنی، هر چکی رو نقد نمیکنن، چک باید امضاش درست باشه، اعتبار داشته باشه، بله. خدا هم کارش حساب داره. خدا گفته من چیکار نمیکنه دیگه، چیکار میخواد بکنه؟ ببینید اگه دعای منو بشنو، مطلب بزرگیه. یعنی من نباشم از اونایی که مال حرام تو بدنم، نباشم از اونایی که مال مردم گردنم نمیخوام بدم. و کسی گفتش که یا علی چرا هرچی ما دعا میکنیم خدا ترتیب اثر نمیده؟ فرمود مگه قرآن نمیگه اوفه به عهدی اوفه به عهد کن؟ آیه قرآن وفا کن به عهد من تو منم به عهد وفا کنم به عهدم. خدا تو قرآن گفته دعا کن من مستجاب میکنم، یا عهدی تو نماز نمیخونی 5 تا، هر 5 تا که 2 رکعت داره، 10 بار در شبانه روز هی میگوی اهدنا الصراط المستقیم، هی میگوی یاک نعبد و ایاک نستعین، خودت پیمان میبندی به خدا دیگه، شکر یه لحظه نپرستیش خلاف عهد. اونم گفت نمیخوام، تو عهد و وفا نکردی منم نمیکنم. اوف به عهدی اوف، میگه خدای خودت گفتی، میگه خود تو خودت گفتی، تو به من پیمان بسته، خب چرا وفا نمیکنی؟ یا بنی آدم علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. این دعا مستجاب شدن کلاس داره، باید شرایطی باشی که خداوند مستجاب کنه، نمی کنه. یه مطلب وسمع ندایی، ندا بلند حرف زدن میگن، وقتی میگم یا الله اینو بشنو، باز همون معنا رو میده، یعنی ترتیب اثر بده. اذا نادیتو که، وقتی تو رو صدا میزن، و اقبل علی اذا ناجیتو که، شما تو کوچه داری راه میری یه نفر صدات میزنه از پشت، از صدا میشناسی کیه، میشناسی، نمیخوای باش حرف بزنی، توجه نمیکنی، اصلا پشتتو نمیکنی، بگوی چی، دوستش نداره، تو نمیخوای، میگه خدایا رو کن به من وقتی من با تو حرف میزنم. خب بله، بعضی حرف میزنن خدا معنی نمیذاره. چرا؟ برای اینکه این زناکاره، این دروغوه، این بی‌نمازه، این غیبت میکنه، این جراستی خوب بگم چی که حساب کتاب های چو کاره. فقط حربت و الک، من فرار کردم اومدم پلو تو. از کجا فرار کردی؟ بله، یه بنده خود داشت عربی میخوند قرآن تو جلسه، به لحجه عربی مون حجازی شوخی کرد، یعنی فرق گفت پسر میگن این دیروز از عربستون در رفته اومده. آخه این میگه فرار کردم، از کجا فرار کردی؟ یه شخصی گفتش که
هر سری داشت طواف میکرد دور کعبه، یه نفر پشت سر رسید بهش که جلو هم افتاد. دیدی که تو طواف بعضی تندتر را میدن، تا رسید به هرستلی با یه حالت ناراحتی، خیلی مضطربی ناراحتی، گفت یا علی از دست خدا کجا در رم؟ آقا فرمود ففر رو الالله، آی قرآن به خودش پناه ببر. گفت رد شد رفت. گفت عجب کردم چه سوالی. از کنم یا علی فرمود برادرم خز بودش. حربتو الک، از هر چی به خدا باید پناه ببریم، ما از مخلوق خلاصه باید پناه ببریم. بگم که نمایش این بچه است، این بچه کوچولو که شیر میخوره، بچه شیر خوره. بعض وقتا مثلا پستونه رو گاز میگیره، مادر تشرش میره، بچه گریه با میشه، آدم که گریه واسطه باز پناه میاره به مادره، با اینکه همین تشرش رفته، چون خدا بهش یاد داده از این مهرمونتر کسی رو نداری، باز به خودش پناه بیار. ما مهربانتر از خدا نداره، به خدا پناه. حربتو الک یعنی فهمیدم که تو ارحم الراحمینی، تو ارعف من کل رعوف، ارحم من کل رحیم، اکرم من کل کریم، اقرب من کل غریب، از همه نزدیکتری. وقفتو بین یدک، واسدم جلو روت. خدا که رو جلو عقب نداره، یعنی مثال میزنن، یعنی حسی که گدایی که رو برو کسی واسده داره چی میکنه؟ داره مستکینن نشون میده که من هیچی ندارم، من زمین خوردم لک و متضرعم، گریم داره میکنه و راجیم، امیدم داره که بهش بدی لدیک ثوابی. اگه به این حالت جلوت واسدم، رحمم کن به من بده. تعلم و مافی نفسی، تو خدا میدونی تو دل من چیه. تخبر و حاجتی، نگفته حاجت منم خبر داری. تعرف و ضمیری، چی تو ذهن من میگذره میدونی. ولا یخوا علیک امر منقلبی و مسواک، انسان در تمام لحظات زندگی دو حالت داره، منقلب و مسواک. اونجا که میمونه چند ساعت اسمش مسواست، جایی که رد میشه منقلبه. مثلا شما تو راه رو که میامدید اونجا منقلبه، چون تغییر حالت میدید، اینجا یه ساعتی میشینید، اینجا مسواک میشه، مثلا یه ساعتی خونه که میرید هفت ساعت مثلا تو خونه ای، اونجا میشه مسوا. میگه تو میدونی اونجایی که من منقلبمه، اونجام که مسوا، هم برای میدون. و ما ارید و ان ابدع به من منطقی و اتوفه به من طلبتی و ارجوه لعاقبتی. تو میدونی که من وقتی شروع میکنم به حرف زدن، به این لب و لوچم تفوه میکنم، در میارم کلمات رو، طلبم رو میگم و امید دارم لعاقبتی، که خدایا به من بدی، من گیرم، کارم لنگ، عاقبتم به خطره. فقط جرت مقادیر رو که علی، اینا توش خیلی خداشناسی و خدا پرستی و اظهار تواضع و اظهار کوچکی و اظهار حاجت و اظهار التماس در یادمون میدن. میخوای التماس کنی، جلو خدا التماس کنی، اینجوری التماس کنی. مقادیر تو بر من جریان داره. مقادیر چیه؟ ما هرچی در اطراف اون میگذره، یا قضاست یا قدر. قدر اندازه ها رو میگن، اندازه هایی که هست، هیکلت، وزنت، خواستت، اینا همه اندازه هاشو خدا کرده. ما گرفتار همین مقادیر هستیم. قضا این فرامینی که خدا داره، انواع فرامین. یا سیدی فی ما یکون من الی آخر عمری، ای آقای من تا آخر عمرم چیزایی که به من مربوطه، من سریرتی، داخل وجودم، سریره یعنی داخل وجود، و علانیتی، اینه که جلوی مردم هست، علانی است، و به یدکت، تمام اینها به دست توست، لای به ید غیرک، دست کسی نیست. من این را برای چی ترجمه کردم؟ میخوام حال هوای دعا بیاد دست تو، که چه خبر تو این دعاست. و بریم سراغ اون جمله یا اون شمله که به اصلا دعا و ازش اینجوراست، چون طولانی این دعا. حالا اون تیکره که ایشون اشاره کرد، برم اونجا ببینه اینجوری داره با خدا حرف میزنه. حالا بریم اون قسمت که ایشون اشاره کرد، اونو بگم براتون. اون خیلی کلاس بالایی داره اون تیکر. بله، چشمم بخور و بگم براتون.
بله من هم دارم میگم چشش بله این یک صفحه با آخرش باشم بله پیدش کنم الهی حبلی کمال و انقطاع اله خاطرتون باشه بنده که شغلم اینه شنیدم 30 سال 40 سال پیش آقای اینو فرمان شنیدم حالا همطوری ممکنم چند بار خونده باشم چی ولی وقتی دیدم قضیه اونجوریه تو خونه نشستم دعا را آوردم تکی شخصی من عادت دارم بنویسم نوشتم لغتاشو جمله‌هاشو کلماتشو معانیشو هرچی احتیاج بود مطالعه بشه حالا فرض کنین 3 روز طول کشه 4 روز طول کشه باشه کاملا گرفتم همه دعا رو چون شغلم خوب بده و من توصیه هم اینه شما هم بکنید این کار مثلا میگن دعا کامل بخونن ندوید برید اونجا دعا کن سب کن آقا بشین تو خونه دعا کامل رو باز کن بخون حالا ول کن دعا میخونه اونه بشین با خدا خوده ببین جملاتش چیه کلماتش چیه معناهاش چیه زیر و زبرش چیه ترجمهش هم که زیرش نوشتن الان همین افاتیه من زیرش ترجمه هم داره دعا کامل هم ترجمهش هست جمله کجا شروع میشه کجا تموم میشه معنای جمله چیه که وقتی میخوای بخونی بفهمی داری چی میگوی تو جملاتی میگوی که خودت هم نمیفهمی درد به چه دردی میخوره داشتم زیارت امام 8 میخوندم یه کسی قد بلندی هم داشت پدر من واسطه بود 3-4 پشت سرش مسکین این برای بر اونا میخوند بلند داشت میخوند حالا اون که همجور تو حرم که همه بلند میخوند چی نامه که به گوشم میخورد کار خودم رو میکردم نمی کلمه رو غلط میگه زیر و زبران غلط میگه مخارج حروف هم که نمیگه آدم میگه کلمه رو غلط میخونه حتما معناش هم نمیفهمه تو دلم گفتم مرده حسابی تو مال همدانی مال کرمانشاهی مال اصفهانی مال یزد هر کجا رفتی بلیط گرفتی چه اومدی مشهد هتل زحمت میشستی تو خونت این دعا رو باز میکردی یه آقایم که بلده اگر میدونستی یاد میگرفتی پلوش خوندنش یاد بگیر ترجمهش یاد بگیر معناش یاد بگیر تحصیل علم از عبادات بزرگه که اینجا بفهمی داری به آقا چی میگویی همین میخونی کلمات خب چرا ما اینقدر عقب میخوا بشون یاد بگیر یه کلاسی میرفتیم اینا مشتری ها اصلا ردشون خوب بود چون پزشکای رده بالا بود این آقای دکتر دیالم خیلی سال پیش این مجلس شورا رو خراب نکردن یک چیکر ساختمون نیست من میبینم اینجا چیزی رو انداخته بود پزشکای رده بالا بودن اینا تربیت پرستار اینا میکردن میفرستن تو چیزی رسمیت دولتی داشت پنجشنبه با بنود ما برای اینا سخنرانی کنیم همه رئیس بیمارستان رده بالا بودن پیر مردم بودن دکترای رده بالا رفقاش بود اومد نماز جماعت خونده میشد بعد خدای تو نماز جماعت دعا میخوند از همینا غلط میخوند دعا دیگه با اینا چیز بوده معنوس بوده گفتم آقا کسی غلط دعا بخونه جریمش بود ای تو دکتری توی سن خب دعا رو چرا غلط میخونی خون نگاه کن شو 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 خب غلط خونده نمیشه خب بی سواده نگاه کن زیر روز برد از کی گفت دعا بخونی بخون تو خونی خود یاد بگه خب شما سنده گذشته از خود دعا رو درست بخون یه آقایی بود میگفت خدایا رزق ما رو زیاد کن میگفت رغز ما رو زیاد کن حالا برگردیم بله این بلد بشین این کارش رو بکنید شما این کارو اینش این عبادتش از دعا کامل بالاتر هم یاد گرفتن ها فهمیدن ها اینا علم دیگه تفسیر علم که ببینیم آخه این جمله چیه حالا باید با خدا صحبت حالا این جمله رو ببینید الهی حبلی کمال الانقطاع الک خدایا به من هبه کن هبه یعنی ببخش که من از هر جهت به تو منقطع باشم توی وصیت نامه‌ای که مرحوم امام رحمت الله علیه نوشتند و توضیح شد و داریم دیگه همین دیروز من 2 بار چشمم خورد تو خونه دارم من وصیت نامه رو خوندم همه رو اصلا توصیه میکنن گاهی بخونید چند ورقه خب خیلی جوش مطلبه توی این وصیت نامه جمله هست راجع به حضرت علی میفرماد علی اون عبد رهای از همه بندها این جمله قشنگه
علی از همه بندها رها بودش، نه زن و بچه میکشوندش، نه پول میکشوندش، نه میز میکشوندش، نه شهوت میکشوند، هیچ بندی اون رو نمی، فقط خدا. اینم همینه میگه خدایا به من همه کو هبه کن که از همه ببرم، فقط به تو وصل بشم، کمال الانقطاع الک، فقط تو. میشه به این رده و بریم برسیم ما؟ خدا خواسته از ما این کینگ دور باشیم، از همه به اون برم، همه رو رها کن، فقط خدا، فقط خدا. مقامی است، درجه است. تا جایی که آخرین آرزوهای من و شما که درستم هست، صحیح هم هست، بهشت دیگه، بهشت آدم آرزو داشته باشه که چیز خوبی. خود خدا من همه تو قرآن وعده میده، به تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اصلا خدا معامله رو انداخته، مغازه رو انداخته، میگه بیا بدن تو مال تو بده، من بهشت بهت میدم. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم اموالهم بان لهم الجنه. حتی بهشتم رها بشه، بهشتم دیگه نخواد، فقط او رو بخواد. مقامی خودش، این خیلی علاقه مندی به خدا میخواد. و این علی ابن ابی طالب همینطوره. این دعا که ابن خالبه نخ کرده اصلش مال ارسطویه، اصلش حالا اولاد معصومش هم میخوندن. این دعای سبا که توی مفاتی هست، این دعا منصور به ارسطویه. الان من باز شد جلو نوشته در ذکر بعضی از ادعیه مشهوره، از جمله دعای سبا حضرت امیرالمومنین. دعای سبا این صبح این دعا رو میخوندیم، دعای چند ورقه. همه دعاها همینطوره، خیلی مطلب توشه. خیلی یه تیکش رو میخوام براتون بگم که ببینید اینا چه خبر بوده. وسط های دعاست، حضرت علی به خدا میگه الهی اطهرانی ما آتیتو که الا من حیث الامال. آخ حضرت علی داره به خدا حرف بزنه، تنها نشسته، علی و خدا، خدا و علی خدا راحت میزنه. خب بعدا این دعا رو نوشت. خدا یا نگاه میکنه میبینه پسر ابی طالب هر وقت میاد پلوتو کار داره یا آرزوی داره. شروع شدش، پسر تو هر وقت میاد پلوت چیزی میخواد، یا پول میخواد، دوی چون بچه یا برم برم من بیا، یعنی تو کار نداشته باشی اینجا پیدا نمیشه. اینو نکته منفی حساب میکنه استعلی، میگه اترانی ما اتای توک، من نمیام پلود الا اینکه یه آرزو میخواد بره بهشت، ولی بخواه یه آرزوی داره. اما علق تو به اطراف حوال که اللهی نبا عدفنی ذنوبی اندار الوسا. وقتی میبینم کارهام، عواقب کارهام در من عب بهش دورم میکنه، از درجات بالا دورم میکنه، میترسم که کم بیارم، به حبلهای تو دست میزنم. حبل مثل یکیش قرآن، چیزایی که آدم به خدا میرسونه، یکی توسل به معصومینه. و اول به اطراف حبالت و جنگ میزنم، چون میبینم نکنم عقب میمونم. اینم کار بدی نیست. خب قرآن میخونیم درجات بهش بالا بره، پیغمبر اینا رو جلو میدازیم که در به خوبه، که همین کار خوبه را از دلی ناراحته. وقتی اینجور بشه ببین چی میگه. فبئس المقیت التي قطعت نفسي من هواها. عجب شطوره چموشی رو علی سوار شده، همش هواهای خودش رو میخواد، همش حورالعین میخواد، همش درجه میخواد، تو رو نمیخواد. تو چون پلوتوس اومده اینجا. فواه لها لما سبلت لها ذنونها و ما. وای بر علی که آرزوهاش به این روزش انداخته که خدا رو کنار زده، اومده سراغ بهشت و حورالعین و از این حرف. زنون گمانهاش، آرزوهاش، تبدلها لجرعتها علا سیدها و مولاها. مرگ بر علی که اینقدر جسوره به سید و مولای خودش. داره میگه حتی طلب بهش رو جسارت میدونه، میگه بهش چه خودتو بخوام، دوست دارم از من راضی باشه، دوست دارم از این، از همه برای من شیرین تره. رسیدیم ما به اینجاها. این کمال انقطاع، یعنی حتی بهشت هم پایان منفی شده اینجا، حتی دعا و اینایی برای بهشت، خودش رو دوست.
امام حسین فرمود در اینا ردهای بالا هست، این هست علی و اینا می فرمود از ترس خدا عبادت میکنند، عبادت عبیده. بله قدام هم میترسن خوش میکنم، نه شلام برای بهشت و درجاتش عبادت میکنند، عبادت تجاره. خب بله خب میخوانه چیزی گیرشون بیار اب نداری اینها، احرار تو رو میخوان نه بهشت تو. و هرستدی فرمود، فرمود الهی ما عبد تو که خوفن من نارک، من حرف تو رو گوش میکنم ترس جهنم نیستش. با اینکه همین علی از ترس جهنم شبا قش میگرده جنبار، ترس جهنم سر جاش، اما میگه برای اون نیست. ولا طمعا فی جنتک، طمع حورالعین و بهشتات هم نیست. بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدت، خودت اهلی که گوش به حرفت کنم ولو بهشت و جهنم هم نمیشه. این جمله رو دارم میگم، حبلی کمال الانقطاع. خب باید بریم برسیم به این مطالب، اینقدر معرفت و فهم بالا بره که این شیرینی ها درک بشه. این الان که دوستان نمیبینم چون اینجا تشریف نبرم، داشتیم میرفیم جلسه سه شنبه بود مثل دیروز زمستون هم به جلسه هم 32 سال نمیرم، صنف اتاق ساز و اتوبوس و مینوبوس هاچو سین آقا یکی از اونا گاهی میاد اینجا، شاید ندیدمش، اون قرآن اونجا درس میده نیستشون گاهی میبین. حالا من دلم درد میکرد خیلی اون شب و هوام خیلی سرد بود و داشتیم میرفتیم برسیم جلسه شون دیر وقتم شد، مثلا دیشم رفتیم دیگه نه نمیرفتیم تا آقا. گفتم آجلی آقا من الان در دلم درد میکنه، خیلی هم خستم و سختم هست این شب و اینا، داریم میریم جلسه. واقعا گفتم من بهشت، حالا هرچی خبر دارم من بهشت، عالی ترین درجه بهشت برای پیغمبر اسلام. گفتم اگه یقینا اون درجه رو الان بخواد خدا به من بده، بگه میبرمت اونجا، اینو میخوای یا جلسه؟ خدا میدونه اونو نمیخوام، جلسه رو میخوام. اون مالا نه اون تموم میشه میره، اون مالا بعد بذار کاری بکنیم، بذار عمل انجام بدیم، سخت خوب سخت مشکل خوب مشکل، بذار کاری کرد آخر ما میبین رو بهش هم میره، بهش آخرش میره توش، بذار عمل انجام بگیره، یه خدمت انجام بگیره. الهی حبلی کمالا انقطاع الک، و ما اگه بخوایم به اینجا برسیم به چیزایی دو بیار انر ابصار قلوبنا، نورانی کن دیدگاه قلب ما رو، یعنی قلب ما بره اونو ببینه، جلوترشو ببینه، جلوترشو ببینه تا بره اونجا رو ببینه. انر نورانی کن ابصار دیدبان قلب، گفتند یا علی خدایی را که میپرستی دیدیش؟ فرمی من خدای ندیده رو نمیپرستم، لیکن نه با این چشمای سر، با چشم قلب. ابصار قلوبنا، قلبم چشم داره، بصیرت بهش میگه. آره خامنه‌ای میگن بصیرت، بصیرت یعنی فهم و درک. با اون چشمای قلبم نور بده که به ضیاء نظرها، که نورش جوری باشه که ببینم تو رو. خدا دیدنی نیست ها، یعنی اون دریافت، اون محبتت، اون خدایید، اون لطفت، ولی خداوند جسمیست که ببینم، تو ذهنم نمیاد. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، انقدر دید من بالا بره بالا بره که این حجاب های نور رو هی پاره کنه پاره کنه، هی به تو برسه، به تو نزدیک بشه. فتصل الى معدن العظمه، بله معدن عظمت خداست، اونجا همه چیز. اصلا آدم که خدا داره چیزی دیگه نمیخواد، همه چی اینجا هست، همه چی هست، فقط این راضی باشه از انسان و پدوش باشه. همه چی هست، همه جور هست. تصیر ارواحنا معلقه، جوری بشه که روحای ما چنگ بزنه به عز قصه. عز یعنی بی نیازی، خداوند بی نیازه ولی مقدسه، ما نیازمند غیر مقدسه. ما نون نخوریم میمیریم، ما گشنگی آب نخوریم تشنگی میبینیم، جا میخوایم، ما نیازمندی هستیم که خدا بی نیازی هستش که مقدس هم هست، نه چی ضعفی چیزی نداره ولی نیازی. میگه من به اون بی نیازی تو وصل بشم، به عز قدسک، تو که مقدسی و عزیزی، تا اونجا بیام. اگر اینجوری بشه این عالی ترین کمالیست که بشر پیدا میکنه. اون وقت بعدش چی میشه؟ الهی وجعلنی ممن نادیته فاجابه. این تا بگه خدا میگه بد. این دیگه اونجوریست. تو روایت دیدم که هر کس از معصومین خدا رو بخانه خدا بله میگه،
ولی امام حسین که خدا رو بخونه دوبار خدا میگه بله بله بله. فقط دوستش داره. بی خودی این فداکاری ها به بچت شده مریض خیلی حالا بهش میرسی میگه بابا جو بله بله. این وقت میگه اون شهادت چه کار کرده؟ دوبار میگه بله بله. اینم همینه میگه، میگه جوری باشه که من نادیته و فعجابک لا حزته و فسعقل جلالک، وقتی تو رو ملاحظه میکنم از جلال تو نعره بکشم. این نعره ها دیگه مال ما نیست، همونیست که گوه هرستری داشت ملاجات میکنم حرف زد زد نعره کشید افتاد. گفت شب بودش، زمان از زهران بوده، گفت رفتم من مثل چوب سفید افتاده. گفت ای بابا پسر عبدالله مرد. گفت بودو بودو رفتم نصف شب در زدم یا زهرا یا زهرا شوهرت مردیم. گفت در چه حالی دیدیش؟ گفت داشت مناجات میکرد اینجور. فرمود هر شب اینطوره، اون نمارده از حال رفتیم به هوش میادش، او حالا وقت مرگش نیست. ببین سعقه لجلالک فناجیته سرن، اون وقت تو از سرن مخفی حرف میزنی باش. بله از اون طرف هم حرف زده میشه، از راه قلب خودم با علی حرف میزنه، با هم به حرف میزنه. اینا دیگه خیلی کلاس بالاست. و عمل لکه جهرن، این زاه جهرن زواسه علی برای تو عمل میکنه، تو سردن جوابشو میده میمیرم. تو هم ارتباط داری باش، اینم ارتباط. میگن که روز عاشورا ساعت مثلا حدوده مثلا میگن 16 همه مرداد بوده، یا یعنی نقلایی که به تاریخ های شمسی در بیان 25 شهری برم گفتن، حالا یکی از اینا بوده. پس خب تواریخ نوشته بود که ما نشستیم توی همین های بلدی داشتن، دیدیم 16 همه مردان، آن 16 همه مردان هم روز بلندیه. ببینیم مثلا این ساعت های، حالا من ساعت قدیم رو میگم که حالا چون مثلا حدوده یه رو بهش بیستق مغرب اون وقتا، مثلا شهادت حدود 4-4 و نیم بوده، عصر بودش دیگه، دیگه همه شهید شده بودن در اون وقتا بودش. دیگه هر چی که نزدیک میشد به شهادت حس میکردیم یه سرور باطنی داره، با اینکه شدت تشنگی، گرسنگی، مصیبت، اما مثل که شدیدن از تو خوشحاله. همینه که اینجا نمیشه، چون داره تکلیفش انجام میده، داره وزیفه. شما ما رمضان حالا میادش، ما رمضان حالا تابستونه میادش، این نزدیکای اصلا یه شب سحرم نخوردی چی کارم داشتی؟ عجیب غریب گشنه تشنی، خیلی بهت بد میگذره ولی خیلی هم به تو دلت خوش میگذره که داری وظیفت رو انجام میدی، در ظاهر بد میگذره، اما این که داری مغرب نزدیک میشی و وظیفت انجام میدی خوشحالی. خب وظیفه اینه دی. اینا که دارن میدونن تو میدونایی که مسابقه است، خب خیلی نفس نفس میزنن تو هر چیزی، ولی هم که نفر جلوی الان برنده میشه خیلی هم خوشحاله که داره برنده میشه. یه سرور باطنی هم داره، ولی برنده میشه این زحمتاش به ثمر میشه. این چه خبر؟ این همه نمیگه که میگه ناجیته و سرن، خب درست شده. ما ها که کنار این بازی ها واسدیم به طرف میگو میگه بودو، میگفته کنار گود واسده میگه لنگش کن. و بیچاره داره زحمت چی میکشه، تو بگو من اونم داره میده. الهی لم اسلط على حسن ظنی قنوط، قنوط العیاس. نه اللهم صل على محمد. این دعاها خیلی پر محتواست. الان کلمه قنوط با قاف و نون و تین دستدار، اینو باید درش بیاریم، چون این به معنی نامیدیست. عیاس از یأس و ایناست. باید کلمه کار بکنید، این معنا چیه، اون معنا چیه، از این کتاب لغت، از اون کتاب لغت، حالا آخرش نمیفهمی، خوی همه دانشمند داریم، برو بپرس. من شده گاهی جمله های بودش که نوشتم از مراجع بپرسم این چیه، حالا بنویشون چی میگه، خب بپرسیم بالاخره باید یه جا در بیاد دیگه، معناش در بیاد، این جمله چیه، اون جمله چیه. به آقای زنجانی گفتم از طبل عظیم به معاملی نهی گفت خدا در حد ابطال، حالا میدونستم این معانی بنویشون چی میگه، یعنی چه، خب گفت جمله، خب بپرسو ابطال. آخه تو حرفای هستم لازمه، میگه جوری خدا رو نشناسید که این خدا آخرش کارش تموم میشه، هیچی میشه، خدا هیچ وقت هیچی نمیشه. اللهم صل علی محمد.